عملگرهای یک فرمول در فیلم های قبل در مورد عملگرها و تقدم اونها صحبت کردیم. گفتیم توان بیشترین تقدم رو داره، ضرب و تقسیم تقدم دوم، جمع و تفریق تقدم سوم، عملگر ادغام یا چسباندن با کاراکتر انساین تقدم چهارم، و مقایسه های منطقی مثل مساوی، بزرگتر یا کوچکتر در آخرین تقدم قرار دارن. در اینجا در مورد عملگر منفی یه سری مثال هایی رو براتون میزنم تا ببینید که نرم افزار اکسل بین عملگر منفی و توان کدوم یکی رو میاد به عنوان اولین تقدم رعایت میکنه. فرض کنین در سلول سی سه اینجا میخوایم منفی سه رو به توان دو برسونیم. کاراکتر مساوی رو در این سلول قرار دادیم، منفی سه به توان دو. اینجا اگر ملاحظه کنین منفی سه به توان دو، عددی که به ما بیده قاعدتا باید باشه منفی 9. چرا؟ چون توان بر عملگر تفریق مقدمه. ولی آیا اکسل این کار رو انجام میده؟ کلید انتر رو میفشاریم، به ما عدد 9 مثبت رو داد. اگر برای 9 اینجا کلیک کنیم، 3 به توان 2 میشه 9، 9 ضرب در منفی میشه منفی 9، ولی 9 مثبت رو داریم. عملگر منفی همیشه در ابتدا محاسبه میشه. اگر در نوار ریبون بر روی سربرگ فرمولا، گروه فرمولا اینجا این گزینه رو انتخاب کنیم، اینجا داره نشون میده به ما که ابتدا منفی 3 به توان 2 رسونده شده. این خط رو ببینید توی کادر ایوالویت فرمولا، این رو داریم میبینیم. روی دکمه کلوز اینجا کلیک میکنم. یه حالتی دیگر رو بیایم بررسی کنیم. میایم اینجا میگیم کاراکتر مساوی منفی، یه دونه براکت باز میکنیم، 3 به توان 2 و براکت رو میبندیم. اینجا ملاحظه کنید به خاطر اینکه ابتدا تقدم رو از نوع توان رو رعایت کنیم، اومدیم 3 به توان 2 رو داخل یه براکت گذاشتیم و منفی پشت اونه. کلید انتر رو میفشاریم. اینجا میاد به ما چی رو میده؟ منفی 9 رو داره به ما میده. منفی 9. حالت بعدی اینجا میایم کلیک میکنیم، میگیم 100، من البته کاراکتر مساوی رو بذارم، 100 منفی 3 به توان 2. نتیجه ای که این میده چه عددیه؟ 100 منفی 3 به توان 2، 3 به توان 2 میشه 9. 100 منهای 9 میشه 91. کلید انتر رو میفشاریم، ببینید 91 رو به ما داد. حالا اگر در ایوالویت اینجا کلیک کنیم، داره نشون میده که ابتدا اومده منفی 3 رو به توان 2 رسونده و از 100 کمش کرده. روی کلوز کلیک میکنیم. حالت بعدی میایم اینجا میگیم 100 کاراکتر مساوی 100 به علاوه، اینجا براکت رو باز میکنیم، منفی 3 به توان 2 و کلید انتر رو میفشاریم. عدد 109 رو به ما داد. اگر اینجا روی ایوالویت کلیک کنیم، ابتدا اومده منفی 3 رو به توان 2 رسونده و بعد با 100 اومده اون رو جمع کرده. پس به این نکته دقت کنین، بین عملگر تفریق یا عملگر منفی و توان برای انجام کارهای ریاضی سعی کنید از براکت یا پرانتز استفاده کنید تا بتونید به اون نتیجه مطلوب برسید. چون اگر مثل این حالت منفی 3 رو به توان 2 برسونید میشه 9 مثبت، یا اگر اینجا منفی 3 رو به توان 3 برسونیم میشه منفی 27. منفی 3 به توان 3، اکسل داره میگه منفی 3 ضرب در منفی 3 ضرب در منفی 3.
میشه منفی 27، چون منفی در منفی مثبت، مثبت هم در منفی منفی، کلید انتر میفشارم ببینید منفی 27. این نکته بود که اینجا خواستم در مورد عملگر منفی خدمتتون عرض کنم. در خصوص عملگرهای جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم هم به همین گونه است. یه مثالی رو براتون حل میکنم اینجا. ما میخواییم عدد 15 رو با 25 جمع کنیم و سپس حاصل رو در 2 ضرب کنیم. در سلول E5 کاراکتر مساوی رو قرار میدیم. 15 به علاوه 25 ضرب در 2. اگر به خاطر داشته باشین عملگر ضرب نسبت به عملگر جمع تقدمش بیشتره، پس اکسل باید بیاد در ابتدا 25 رو در 2 ضرب کنه، میشه 50. 50 به علاوه 15 میشه 65. کلید انتر رو میفشاریم تا ببینیم اکسل چه جوابی رو به ما میده. دقیقا همون 65 رو به ما داد. اگر در نوار ریبون در سربرگ فرمولا اینجا گزینه evaluate فرمولا رو انتخاب کنیم، در این کاد evaluation میگه 25 ابتدا در 2 ضرب شده و سپس با 15 جمع شده، ولی ما میخواستیم ابتدا 15 رو با 25 جمع کنیم که میشه عدد 40، سپس اون رو در 2 ضرب کنیم. اینجا روی کلوز کلیک میکنیم. در این قسمت کاراکتر مساوی رو در سلول E7 قرار میدیم. باید از براکت یا پرانتز استفاده کنیم. اوپن براکت، اینجا عدد 15 رو قرار میدیم، عملگر جمع به علاوه 25، براکت رو میبندیم. حال میاییم اون رو ضرب در 2 میکنیم. عددی که الان اکسل به ما میده دیگه عدد 65 نیست، چون با استفاده از براکت یا پرانتز اومدیم برای اکسل مشخص کردیم چه کار کنه. ببین ابتدا پرانتز ها رو اکسل میاد محاسبه میکنه، میگه اون چیزی که داخل پرانتز یا براکت هست 15 به علاوه 25 میشه 40. خب 40 ضرب در 2 میشه 80. کلید انتر رو میفشاریم، ببینید عدد 80 رو به ما داد. اگر روی سلول E7 کلیک کنیم در سربرگ فرمولا، اینجا evaluate فرمولا رو این ابزار رو انتخاب کنیم، داره به ما میگه ابتدا اومده 15 رو با 25 جمع کرده، سپس اون رو در عدد 2 ضرب کرده. روی کلوز اینجا کلیک میکنیم.